شب دارم، صبحتون بخیر، البته بازم شب شما بخیر. باعث افتخار منه واقعا، امیدوارم که بتونم حالا تو این دو سه شب یک نکته ای رو که باعث افزایش معرفت ما و آگاهی ما میشه به سید الشهدا بیان کنم و در مسیر رشد ما. اجازه بدین که شروع بکنم و بعد ادامه مباحث رو در بعد از خطبه ای که به رسم سنت منبر خوانده میشد و من هم میخوانم، مرحوم پدرم هم میخوان بخوانم، اگرچه حالا شاید جوانها، شاید کسی با عربی آشنا نیستند، خوب باشه که ترجمه ای هم از او گفته بشه، چون ما چیز بی معرفتی در دین نداریم. ما هیچ چیزی که در دین داشته باشیم که ندانیم چرا او رو انجام میدیم نداریم. ممکنه شما بگید که خب من نمیدونم چرا نماز صبح دو رکعته مثلا. در فقه و در شریعت چیزهای زیادی هست که ما جزئیات دلیلش رو نمیدونیم، بله، اما باز هم باید بدانیم که چرا این رو نمیدانیم و این ندونستن ها باید به یک دونستنی وصل بشه و تعدادش هم نمیتونه زیاد باشه، روی مسائل پایه‌ای نمیتونه باشه. کما اینکه همتون میدونید در اسلام کسی که عقایدش رو تقلیدی گرفته باشه و با نمیدونم در واقع اومده باشه بالا اصلا پذیرفته نیست. به حال این سلامیست بر یعنی حمدیست از خدا و بعد سلامیست بر پیامبر و بعد بر ائمه و براعت از دشمنانشون که براعت از زشتی هاست. همین کل این خطبه و محتوای خطبی که در ابتدا خوانده میشه همینه، چون این رسم رسول خدا و ائمه خداست که و دعاها هم که ببینید همینه، با حمد الهی آغاز میشه و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و خاندانش ادامه پیدا میکنه. حالا عربی و لغاتش به فارسی نزدیک، این بار که میخوانم با توجه جوانها هم گوش بدن و میشه حتی هماهنگ کنیم که ترجمه ای هم برای شب سوم ازش روی صفحه باشه که دوستان بدونن که چی داره خونده میشه. خیلی حس بدی دارم از اینکه دیشب هم داشتم این لحظه ولی دیگه نشد که بگم، که چیزی رو بگم کسی نفهمه، یعنی مثلا یک عربی رو حالا توی فارسی میگیم بلغور کردن، انگار داره چی میگه این مثلا، خب چرا باید. و نماز هم همینه، حتما شما باید اون معنا رو در معنا باشید و مشغول اون چیزی باشید که واقعا دارید میخوانید و از اونجا متوجه خدای متعال. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بار الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى سبحانه وتعالى عما يصفون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهدين النجباء الأكرمين ولا سيما بقية الله في الأرضين
الكهف الحسين وقياس المضطر المستكين، نور أبصار الورايا وخير من تقمص وارتدى ومجل العمايا الذي يملأ الله الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. در زیارت اربعین سید الشهدا همه میخوانیم که من به تو سلام میدهم و عرض ادب میکنم به کسی که تا آخرین قطره خونش رو فدا کرد تا انسانها رو از نادانی و حیرت گمراهی نجات بده. تعبیر عربیش خیلی خوشگله، شما به هر انگلیسیتون قطعا خوبه، بعضا خب شاید عربیاتون هم بد نباشه. بحث سختی است که اصلا ترجمه میشه کرد یه حرفی رو یا نه. در مورد قرآن هم یه بحث در رشته ما خیلی سخت که اصلا ترجمه بحث زبانشناسی کلی است، ربطی به قرآن نداره. اصلا ترجمه چی هست، چجوریه، میشه درسته همه چی رو منتقل کرد با ترجمه یا نه. عربیش خیلی خوشگله، بذل مهجته فیک لینقذ عبادک من حیرت الضلاله. حالا این عبارتش رو با یک کمی تفاوت بذل مهجته، مهجت میگن این لخته ته، میگن ترجمه اصلا با یک کلمه میشه توضیح داد. اون لخته ته قلب که جمع میشه رو میگه عرب بهش مهجت، بذل مهجته فیک، یعنی اون دیگه ته قطره خون، آخرین قطره خون رو ما میگیم تو فارسی، ولی و اینو بذل کرد فیک در مسیر تو خدایا سید الشهدا تا مردم رو انقاذ کنه. انقاذم با قاف و دال دال، یعنی دستگیری، بگیره دستشون رو از گمراهی و نجاتشون بده من حیرت زلاله. بله، از سرگشتگی گمراهی. بذاری نشست هایی که شما دارید، دوستان زحمت کشید، شما جمع میشید، اینا بدون شک در منطق ابی عبدالله باعث خوشحالی و سرور قلب ایشونه. این نیستش که صرفا یک روایتی خوانده بشه و باز فهمیده نشه که چرا این جمع بشیم، چرا مثلا گریه بکنیم، چرا سوگواری بکنیم. اونچه که باعث روشن شدن وجود شما و آگاهی شما میشه تو مسیر اون شخصیت نازنین است که وجودش رو فدای به تعبیر صحیح کلمه روشنگری کرد و هم ظاهرش هم باطنش آکنده از نور بود. در شرح حالش در عاشورا همه نوشتن هرچه به شهادتش نزدیکتر میشد این چهره برافروخته تر میشد صلوات الله علیه. و در باطنش هم که در عرش چیزی که رسول خدا دید اینه که با رنگی خاص نوشته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. این باطن و ظاهر نورانی اوست و این مسیری است که شما قصد کردید با تمام تفاوت‌هایی که اون فضا به شما میده و سختی‌هایی که ایجاد میکنه. همت دارید خدا ازتون قبول کنه.
خیلی برام منقلب کننده است که حالا ساعتی رو بخوابم و در سحرگاه باشم و برای شما از امام حسین حرف بزنم. یاد روایات دوران تحصیلم میفتم که با دقت در مراجعه اسناد اینها رو میخواندیم. این روایت از روایت های خیلی صحیح مستنده، بدونید از معتبرترین کتب روایی ما در مورد سید الشهدا و کلا از کتب بسیار معتبر ما کتابی است به نام کامل الزیارات از ابن قولویه قمی، ایشون استاد شیخ مفیده، بسیار بسیار فرد بزرگی است و کتاب بسیار متکتب قدیمی شیعه هست در دوره غیبت صغرا، خیلی قدیمی و کهن، یک جلدی است ابن قولویه کامل الزیارات، در زیارات همه اهل بیت، اون چی که شما شنیدید در اصل زیارات همه اونجا هست. این روایت اونجا هست که ابو بصیر ظاهر اگر اشتباه نکنم راوی، حضرت میگه تو میخوای از کسانی باشی که صدیقه طاهره رو کمک میکنن. خیلی عجیبه، چون حالا نمیخوام باید این مباحث بشم، یه ها آمد دیگه جمع شما رو که میبینم اینجور جمع میشید اونجا، دلم میخواد که یه خود از اینا هم واسه جوانها بگم که این جمع شدن در مسیر نورانیت این نیست که ما جمع شیم اینجا هی تو کله خودمون بزنیم گریه کنیم بعد و نفهمیم چرا. خب مثلا به ذهن آدم میاد 14 قرن پیش اصلا تراژدی های بدتری هم در ظاهر ممکنه رخ داده باشه، چی کار داریم ما جمع میشیم و این بعد عجیب تر اینه که اونها هم مشهور گریه و این هستن و هر سال لباس امام حسین در عرش آویخته بشن و جمع بشن گریه کنن. عجیب تر اینه که در این روایت پیغمبر هم که عرض کردم پیغمبر خدا میگن صدیق طاهره همین الان که بنده و شما حرف میزنیم در این ایام عزا وقتی که یاد فرزندشون میکنن در نشأه دیگر، در اون وجود دیگری که در عالم برزخ اونها قرار دارن و شرایط دیگری دارند، غشوه میکنن و از هوش میرن و لعنت میکنن بر کسانی که حسینش رو و این چراغ هدایت رو خاموش کردن. خزنه جهنم به جوشش میاد الان که از خشم اونها هستی به هم بریزه. حالا اینها الان با فهمیدن این عظمت هستی هم این روایات معناش عجیبتر میشه. یه حالا منقلب شد، حضرت گفتن تو میخوای فاطمه رو کمک کنی، اما تکورو به من دو سعید و فاطمه سلام الله علیه، نمیخواد کسایی باشن که او رو یاری میکنن. و بعد فهمود که پس برای حسینش اقامه عزا کن. حالا این رو میذاریم یه وقت دیگری، گفت آسود شبی و خلاصه مهتاب شبی. یه وقت دیگری که یادم میاد یک شبی در اگر اشتباه نکنم ساعت همتون بودم در دوره تحصیلم، یک دههی در مورد این صحبت کردم که چرا ما گریه میکنیم فقط ده شب متوالی و چی اصلا این، هم حالا از جهت عقلانی هم از جهت روایی هم از جهت اجتماعی ما چرا عزاداری میکنیم فقط و داستانش چیه. به حال در یک کلمه خسته نباشید، من هم عاشقانه اینو به شما میگم از این فاصله و حالا به حال پیشرفت بشر اینو ما ارزانی داشته که بتونیم در کنار هم باشیم. برگردیم به بحثمون در مورد صبر و رضا. من دو تا پرتگاه از اون رو گفتم و شب گذشته عرض شد که کسایی که تازه ما پیوستن یا جمع‌بندی و رپاپی هم باشه به اون چی که گفتیم، رضا خودش اساساً در عنوان سخنرانی من هست یک ترم به یک اصطلاح خوب دینیه و شما باش آشنایید دیگه. اهل رضا، اول سخنرانی دیشب هم گفتم، بالاتر از اهل تسلیم هم. یعنی در دین کسانی که در واقع که من بیارم جلوتر عرض شود که بله رضایت بر چیزی دارن بالاتر از این هستن که صرفا تسلیم باشن، چیزی شبیه اسلام و ایمانه. و گفتم که به حال مقام یقین و مقام ایمان رضا یعنی رتبه بسیار بسیار بالایی داره، همه تو میدونید. و چند تا نمونه گفتم
در خود عاشورا که خب عنوان سخنرانیم هست در اول و وسط و آخر، بازم حالا هی خواهم گفت که ببینید که چجور رضا دارن و این رضا رو بردم روی تجربه احساسی. یعنی دو تا پرتگاه خیلی خطرناکش رو بهتون نشوندم. امروز موضوع سومی رو از همین لاین براتون باز میکنم. اون دو تا پرتگاه اینا بوده، یادتون باشه پرتگاه اول این که من دیهست باشم یعنی خب برام متفاوت نباشه، دردناک نباشه در واقع، و گفتم که فضای روانشناسی انگیزشی هم این کارو میکنه. یعنی به طور جالب همین امروز هم چیزی میدم ریخوندم، یعنی دیدم یک از یک خانومی دیدم باز همین نوشته، چه عجیب غریبی واقعا در دنیا تلاش میکنه بشر در دفاع های سیستماتیک که واقعیت رو نبینه و حال خودش رو خوب کنه هرجوری که میتونه و به خودش دروغ بگه که این خوبه. و این دو تا پرتگاه، دو پرتگاه انکاری هستن که فرد برای اینکه بهش فشار نده و دو تو رضایت باشه، دو جور واقعیت رو میتونه بپیچونه. یعنی اولیش اینه که خب اصلا دردش نیاد، یعنی هر دوش به نوعی همینه که درد رو انکار کنی. یعنی اگر پسر من داره میره میدان، من به خودم بگم به هر حال این خوبه، یعنی خشم یا غمی ندارم، خشم از دشمن و غمی از عرض کردیم که اینجور نیست. یعنی رضایت رو بخواید دقیق بفهمید، صبر و رضا که وزن داره و صبر که معلومه که چیز ارزشمندی است، در عرض کردم حتی خارج فضای دینی همه جا، به خاطر اینکه داره یک شونه وزنش حس میشه. این احساس، احساس روانی است که داره درک میشه. یعنی من غم رفتن فرزند رو دارم اما راضیم. این حالت روانی اینجاست، اینو باید دقت کنید. اگر من بگم پسرم برای من اهمیتی نداشته باشه، دیگه من توی ارزشی نیستم برای رفتن او و این دیگه در واقع به من صعبی نداره که. لذا گفتم یک نگاه عرفانی منحرف، یا اسم عرفان روش میذارن، ولی این منحرفه و از متن و اسکریپچر مقدسی که ما در دین خودمون داریم هم در واقع به دوره. یعنی از تجربه احساسی اولیاء خدا و یارانشون، اصحابشون و اهل ایمان به دوره. درست نیست. یعنی ما اهل بیت رو، پیامبر اسلام رو به عنوان الگوهامون آکنده از احساس میبینیم در مقام رضا. امام حسین عرض کردم غش میکنه برای علی اکبر، یا در قتلگاه صلوات الله علیه نگران زن و بچه‌شه، زخم داره و آکنده از عشق خدا هست، همونجا به دشمنان خدا خشم داره، ولی تعبیرش اینه که رزم به قضایی. لذا انکار ندارید، دو لبه انکار که چیزی نیست، یا من در همه حال خوبم، یا اهمیتی برای من نداره، این مقام رضا نیست. این چیزی به عنوان رضایت دیگه معنی نداره اینجا، چون مرخص شده رفته کلا از بیخ، به قول معروف به حساب طلبگی، به ادبیات عربی طلبگی منتفی به انتفاع موضوع. یه پرتگاه دیگه هست به نام تحمل، که شب اولم عرض کردم اون دوست عزیزمون که من دارم معرفی میکرد این رو اشاره که با من خیلی مشهور شد، هم که میشنیدم ایشون داشت حرف میزد برام جالب بود که چقدر آشنان بچه ها با این فضا، با اینکه من چیزی نگفته بودم. درسته، دقیقاً تفاوتی که صبر با تحمل داره این رو هم بذارید که امشب بازش کنیم، خود عمیق بشیم. همه تو میفهمید یعنی چی. ساده است، ما وقتی تو تحملیم دیگه تو صبر نیستیم. یعنی تحمل، بذار نمیخوام با لفظ بازی کنیم، منظور از تحمل یعنی من از حیث روانی تو فشارم. باز از دیشب خیلی بحث رو عمیق‌تر میکنه، هی پله پله عمیق‌ترش. من تو فشارم یعنی به یه معنی همون شبیه تسلیم، یعنی پذیرشی با این تعبیر میتونم راحت‌ترش کنم، نسبت به اونچه که رخ داده من ندارم. یه جوری مجبورم، یعنی باز به زبان ساده خودمون که بخوایم بفهمیم، من خفقون گرفتم ولی تو فشارم و
حالا اینو براتون توضیح میدم. خب از اون طرف من دارم میگم احساس هست، از این طرف میگم فشاره نیست. اینو باید دقیق شده بشه. یه چند دقیقه با من همراه باشید، من یک نکته رو به شما بگم. همتون شاید متخصصین حاضری هم در جمع شما باشن در حوزه روانشناسی، ولی لازمه که این ادبیات رو من برای همه توضیح بدم. ببینید، یعنی این فضایی که میخوام واردش بشیم، اصولا روان انسان وقتی شکل میگیره، یعنی ما موضوع اصلا بحث روانی دقیقا وقتی داریم که صحبت از یک خواسته و یک شعور و آگاهی وجود داشته باشه. من بعضی وقتا به دوستانم روی منبرم اینو گفتم در تهران، شما فرض کنید یک گوسفندی داره در بهتری مناطق استرالیا و آدلاید یا پیش شما جاهای خیلی خوب، هوا و آسمان خیلی تمیز داره علف میخوره و شما میدید در گوشش میگه قربان، متوجه هستید که شما مشغول اکل بهترین کیفیت علف هستید. این زمینی که داره اونو میخوره و شاید در هاضمش و دستگاه گوارشش خیلی هم اوکیه، ولی آگاهی به این نداره. دقت کنید، تفاوت انسان دقیقا در همین آگاهی است. قدیمی ها در ادبیات باز منطقه کهن همتون شنیدین به انسان میگن حیوان ناطق. این نطق به معنی این دیالوگ در زبان امروز میان اون چیزیست که آگاهی به این نیاز وجود داره. به این آگاهی روانشناسی میگه ایگو و به این نیاز روانشناسی میگه اید، اصطلاحی که بعد از فروید روش گذاشته شده. این غریزه است در زبان دین، یعنی غرایزی است که ما داریم. من آب میخوام، اما متوجه هستم که این آخه چقدر چسبید. یه چیز دیگه است، یه وقتا میخورم میگم حالا آبم که همه دارن بخورن دیگه، خیلی کیف نمیکنم. یه وقت میگم خدا شکر عجب آب صلی الله علیه یا آب. او پس من میتونم در یک خوردن آب آگاهی‌های مختلفی داشته باشم. حالم که اون لحظه چجوریه؟ اساسا حال و احساس ناشی از توجه آگاهانه ما به شرایط، به اون چه که هست. و اول چیزی که هست خود مایی و بعدم چیزهای دیگه. شبیه یک سلفی بعضی وقتا میگم که ما سلفی میگیریم الان در فضای موبایل های سمارتفونی که هممون داریم نوعاً. این سلفیه به ما میگه که ما چجوری هستیم. اوکی؟ من هر جوری هستم هستم، اصلا نمیدونم که هستم. یعنی یه جوری اصلا میتونیم بگیم وقتی آگاهی ندارم اصلا نمیدونم که هستم و نیستم. یعنی خود بودن من وقتیست که من آگاه میشم به بودنم. من اونجا افتادم مثل گوشتم دیگه. و این در روایات ما به شکل زبان ادبیاتی خودش کاملا معلومه. من یه اشاره میکنم برای اهل فن، یه تعبیر ما در بحث معارفی داریم، میگیم معرفت در مشهد عقل داده میشه. یعنی کسی که میتونه بفهمه که اینو داره بهش میدن، بدن و نفهمه که داره، انسانیتی نداره. انسانیت انسان و تفاوتش با سایرین که گرفتاریش هم از همین، حالا همین رو بهتون میگم، یعنی همین مثل ساختمون بلند که خیلی آدم بالا هوا خوبه همونجا میفتی، کسی رو زمین نمیفتی که همجا نشسته رو زمین دیگه ارتفاع گرفتی. همین آگاهی اومد، همین گرفتاری هم درست میکنه. حالا مثالش رو آب خوردن ساده گفتم، یا ممکنه میگه اه آگاه دیگه، میگه اون آب دست اون چیه، اون بهتره که مقایسه شروع شد. همه دنیا میدونه از فاکتورهای اصلی سلامت روان مقایسه نکردن. اون آگاهی که تو واقعیته داره همونی که هست رو میبینه و اون احساس رو دیشب گفتم هست، این سالمه. تو روانشناسی بهش میگن اتنتیوه، یعنی فولی حاضر، فولی اتنشن داره، اتنتیوه، کاملا داره همونی که هست رو میبینه. زبان سادهش برای مردم که بخواد زندگی کنن میگه آسایل به زندگی خودت باش، از روش که تاثیر لذت ببر در واقعیت خودت باش. اینا از اینجا میاد. یعنی وقتی که آگاهی عمقش اینجاست، متمرکز روی اون چی که هست که ما داریم، این سالمه. بعد احساسی داره چون دمایی داره این
دیگه، این واقعیت دمایی داره. اوکی، وقتی دارین اون آگاه بهش، از اون یه دمای واقعی میاد. آدمی که در تماس با واقعیت، یعنی آگاهیش از واقعیت کم و زیاد نیست، از جهت روانی کاملا سالمه. این آگاهی میتونه پس و پیش بشه. کسایی که دپرشن دارن چجوری هم؟ آگاهیشون مال گذشته است. یعنی به جایی که الان این آگاه باشه، گفتیم اتنتیو باشه، حاضر باشه، مال قبل مونده توی که من چرا لیسانسمو رها کردم، اومدم اینجا، اونجا نمونده. آقا همونه تپ 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 میزنه، هی آگاهی رفته اونجا مونده. حضرت امیر به یک بیان بسیار نورانی میفهمن ما فاتم مزا، اونجا گذشته گذشته و ما سیعتی کف عین، اون چی که داره میادم کجاست؟ قم پشو فقطنم الفرصت بین العدمین، در بین دو عدم، چه تعبیر عجیب، در بین دو عدم، دو نیستی، دو تا لک، این دو تا نیستی، فقطنم الفرصت بین العدمین، مختنم بشور فرصتانو که هست. لب و جان واقعا بسیاری از شیوه های درمانی است همین، که پایه وجودگرایی هست، چون الان هست، اصلا خیلی فوق‌العاده است. به اون چیزی گذشته میگه نیست، دقت کن، و اون چیزی که میخواد بیاد رو هم میگه نیست. و جالبی کسی که در اون چیزی که میخواد بیاد زیاد میره اونجا میمونه، او استراب میگیره، انزایتی میگیره، لاین DSM استراب مال اون که جلو میرن میمونن. یعنی ذهن این توانایی رو داره به اون چیزی که در واقع نیست رو حس کنه و نگرانش بشه. حالا من برای بچه‌ام هر روز یه خونه نخریدم بذارم چی میشه؟ حالا شب بالای سرم میخوام بذارم بخوابم، هی از این پرده به اون پرده. اگه ملک ما فروختیم، دلار بالا پایین شد، نتونستیم جابجا بکنیم، این هم باز خودش یه موضوع دیگری است. حالا ما اینا رو حواله میدیم به غیر، به بعد و به، چون خب واقعیت هم نمیخوام از بحث منحرف شم، این خودش یه موضوع دیگری است. ولی همینقدر نقدم بهتون بگم چی؟ برنامه‌ریزی برای آینده و عبرت گرفتن از گذشته حقیقت دارن. بخشی از گذشته و آینده که در حال هستن واقعی است. از اون که خارجی رفیق ناسالمی، یعنی اون مقداری که از آینده الان هست، خب هست، اون برنامه‌ریزی و اون فکره. لذا حضرت امیر از پای دیوار خراب بودی پشت رفت اون طرف نشست، گفت آقا میترسی از من؟ اونی که واقعی است و هست احتیاط و شرط عقله. اینی که بشر مشکل داره که مرز اینو تشخیص میده، اونی که وسواس داره میشوره، منم میشورم که وسواس دارم ندارم، ولی اون زیاد میشوره. حضرت امیر در گذشتهش هم همینه، همین آقایی که فرمود در گذشته نمون و به آینده هم بیخود نیندیش، در حال باش. خودش در خطبه به امام حسن مجتبی میفرماد که من دو زندگی کردم و در تاریخ گذشته عبرت گرفتم. پس از گذشته هم میتوان عبرت گرفت، چون پاش تو حال هست. اونیش که هست هست، اون موجوده، اونو باید دید، چون باز تکرار میشه و مایه عبرته. اونم که جلو هست خطرناکه، باید دید به اندازه کافی. این شرط سلامته و نکتهش اینه که هست. اون چیزی که نیست عدمه و بی خود نباید، چون به حساب دینی هم ممکنه هزار جور دیگه بشه. به قول قدیمی ها وقت بود مادر فکرش رو میکنیم، ولی الان اون چیزی که باید فکرش رو بکنیم یعنی هست. ما نمیتونیم نسبت به این که الان میدانیم که این ابر داره میاد یا فورکست هواشناسی ما میگه این وجود داره، ما بی توجه باشیم بهش. پلنینگ هم همینجاست. بگذاریم، به حال مرز بین وسواس، برنامه‌ریزی، عبرت گرفتن از گذشته و افسردگی، این نکته خیلی مهمی است. اینو چرا گفتم؟ آگاهی که در حال یا گذشته و آینده. آیا این آگاهی جوره مختلفی این دوربینه به جایی که از این سلفی بگیره قاطی میکنه، این برنامه‌ام چون قاطی میکنه میتونه بره، چون این توانایی رو داره، میتونه خیلی تیز، اینا که خیلی باهوشن چرا لاین استرابن همشون. ما یه شوخی در کلینیک داریم، میگیم بچه های شریف بهشون، اصلا یه جور همین که میگه من شریف مثلا میگه بعد رکورد عالی در تحصیلات داره، میفهمیم اوه اوه این امکانه، این که این توانایی آگاهیش جاهای دیگه بره خیلیه. احتمال اینکه آدم باهوش از جهت احساسی و ارتباط، چون احساس وقتی حاصل میشه اینو بذاری رو این دماش چقدر خانم ابروات رو رنگ کردی قشنگ شده، میبینه اینو. اونی که خیلی تنده نمیبینه اینو. لاین درس خونده ها یا ادبیاتی که ماها داریم خیلی اوقات به اشتباهه، فکر میکنیم که مثلا انجامش دادم، کاری لطف میکنم، من دارم صبح شب برای بچه‌م میدونم. اون احساسی که باید بهش بدم توی یه دونه سلام هست، توی آغوش هست، بهش نمیدم.
چون وصل بهش سخت میشم، اینقدر که تند میتونم بودم هم کار دیگه بکنم، مشغول چیزای دیگه میشم. این آگاهی خیلی اکثر این تمام اجزای روانشناختی، تمام مشکلات ما رو همین آگاهی است. این ما به تفاوت و تمایز و ارتفاع ما روی آگاهیمونه، به جهت انسان گرفتاریمون هم به جهت روانی همین آگاهی ماست. یه نکته عمیق‌تر هم به شما بگم، چون اونجا درگیر این مسئله هستین، تجربه‌ای که من در دوره زندگیم در انگلستان داشتم در تحصیل و با کامیونیتی هایی که ما هم زندگی میکردیم بودیم، بحث کودکان و بچه هامون و تربیت دیگه. اساسا همینجا داشته که بگم تربیت هم در واقع روی همین سیستم پیاده میشه، یعنی قرار این ظرف آگاهی من، عقل من، علم من که آگاه میشه و من انسان هستم، من به جهت توانمندی که کروموزومان با حیوان دیگه داره، جهت مغزی و بعد آرام معرفت عقلانی و خدا چیزی که به من میده، آرام آرام این پتانسیلی که دارم من اشرف مخلوقات، یواش یواش چیزهایی رو بفهمم که خب کسی که نداره این پتانسیل رو نمیفهمه. یه خودی که الان نگاه کنین که پیشرفت شده، خب خیلی سالها آدم ها عمرش رو گذاشتن با بوزینه ها زندگی کردن، الان میبینید احساس‌های حیوانات رو میفهمن. اونها بسیار پایین‌ترن توی مطالعه. حالا خزنده‌ها خیلی کمن توی طبقه بندی حیوانات، بعضیاشون خب بیشترم میشن، ولی باز نسبت به انسان بسیار عقب‌ترن از جهت شعور و آگاهی. و اون چی که با اسه، یعنی تولید این آگاهی مولد احساسه. برای همیشه رو گذاشتی گفتم شما جایی که احساس میکنید هستید، جایی که احساس میکنید هستید. کسی که با واقعیت خدا متعال در تماس، قرآن میگه نمیتونه مشفق نشه. روایت عجیب بلند و ارتفاع و پر ارتفاع و فخیمیست و فاخریست فرمایش ائمه هدا که کسی که در معرفت خدای متعال پیش میره، مهابت خدا او رو میگیره، خوف الهی. این مثل اون که شما به بخاری بگی من دست میزنم، هیچ درکی هم ندارم از اینکه گرم بود، شما دست نزدی یا دست سوخته، حسی نداری، یه جای کار لنگه، نمیشه. و این نشانه رو وحی میده. وحی اصلا کارش اینه، میشم هم گفتم که شما در مسیر واقعیت بیا، آقا شما دقت کن یه واقعیت مشکل داره. برای همین کسی که تو واقعیت باشه با وحی مشکل نداره. خطبه حمام حضرت امیر ببینید، سفلی المتقین، حضرت که شروع میکنن به توصیف متقین، انگار اینها در یک واقعیتی هستن و امیر کرام داره اونها رو بیان میکنه. اینا خودشون در لمس واقعیت اون حقایق هستن. یعنی کسی که تو واقعیت هست هی هم دائم لنگ وحی نیست، خودش هم میبینه که آقا این اشکال داره و بعد میبینه عجب آقا این روایت هم فرموده. و البته این چون خطر وجود داره که فرد در واقعیت گم بشه، وحی هست گم نشه، اینا با هم هن. شما نمیتونی بگیری بری فقط ظاهرگرا میشی، از واقعیت قطع میشی. یعنی آگاهی وحیانی هم به تو کمک میکنه واقعیت رو درک بکنی. تربیت و تربیت دینی همش همینه. دقت کنید وقتی که خوب توجه کنید، این آگاهی که دارم انواع فشار یا سلامت ناسالمی روان رو از حیث آگاهی میگم، رضایت یعنی آگاهی رو واقعیت هست و فشار مال وقتی است که این آگاهی رو واقعیت نیست. دارم انواع انحراف ایگو رو اصطلاحا توضیح میدم به حساب روانشناختی. یکیش آینده گذشته بود، یکیش مقایسه است. اینا نشانه های ناسالمی روانه. شما نگاه کنید کسی که عزیز را دست میده، حرفایی که میزنه ایناست. چرا من؟ خیلی جالب و عمیقه. چرا من؟ و بعد در بیان نورانی، جوانهای عزیز ببینید، دین یه حقایقی است که اگه بفهمه انسان، هی نمیگه گفتن بکن نکن بکن، مامان ما میگه برو این مجموعه آخر هفته برنامه ویکند اسکول مؤسسه شرکت کن، ما میخوام بریم. شما ببین که چی قراره به تو بدن. میفهمد گریه بکن، جزع و فزع نکن. این بکن نکن نیست. آدم سالم دقت در واقعیت اون عزا هست، برای همین گریه میکنه، داغ دما 37 درجه اش میاد. جزع و فزع نکن، هی بکن نکن نیست. این داره میگه تو اگر سالم باشی جزع و فزع نمی کنی.
دقت. اگه آگاهی من از اون چه که هست خارج شد رفت به بقیه توجه کرد، میگه چرا من؟ حالا میتونی من میگی برای چی حواس این دوربین آگاهی به وضعیت من؟ وضعیت من چیه؟ عزیز از دست دادم، سوراخ شده اینجا، عزیز من بود الان نیست تو این دست، این غمه، غم is a big loss. تو روانشناسی وقتی نیست میگه آخ نیست. حمزه صد و شهدا شهید کرده بودن، گریه نمیکردن افراد برای نگاه تند و غلط و مرتجع و بیرحم و بدنام کننده اسلام داعشی و طالبانی و وهابی. امروز خیلی خوبه که فهم میکنن که کسی گریه میکنه برای مرده هاش مشترکه. این دیوانه ها از کلاغ هم عقب موندن که وقتی بچه‌ش از سر درخت میفته قارقارش آسمون و زمین رو ور میداره. از انسانیت که هیچی، پیغمبر رد میشد بدن جناب حمزه رو زمین بود مشترک کرده بودن بمیرن براش، عباش رو انداخت نبینن، خواهرش حلیمه آمد و که خواهر حمزه باشه و بقیه فرمود عمو گریه کن نداره، بیاد گریه کنید. یعنی آدم سالم نسبت به عزیز، نسبت به داغ. الان در روانشناسی همه شما میدونید، میگن وقتی کسی سوگ داشت تا 6 ماه بسته به قدرت سوگ، به این زمان بدید. این طبع بشریست گریه بکنه، نگید طوری نیست. اینم باز اون فشار غلطیست که پتانسیل سوپر ایگو شدن که سرطان روانشناسیست واقعا دین داره، که ما هی بگیم باید صبور باشی، چرا گریه میکنی؟ ببین که خدا هره، هی بابا این نداره، اینو بذار گریه بکنه. آقا جان چرا بهش فشار میاری؟ درد داره الان توشه. دین میگه گریه بکن. جزع حالا دقت، چرا گفتم این میره اون طرف نگاهش؟ چون اینجا موندنش مشکله براش و این بحثای عمیق‌تر میشه. نمیخوام دیگه تو این بحث بیشتر بیام. چرا براش عمیق میشه؟ چون دیفالتش خرابه، یعنی وابستگی زیادی به اونچه که هست داره. وقتی که توی مادر که امروز عزادار امام حسینی، شمای پدر بچت رو با دل وابستگی های خودت بزرگ کردی بدون این که بخوای، چون ما فکر کنیم بچه ها ما دل وابسته میشن، ما به جای دلبستگیمون به اونها وابسته ایم و اونها رو به خودمون وابسته میکنیم و در اونها اینو نهادینه میکنیم که اونچه که دارن چون به ما خیلی علاقه مندن نباشن به هم بریزن. یعنی چیزی که دماش، دقت کن، دماش 37 رو ما خودمون نمنم میکنیم 57. خب این داغه، دست نمیتونه بزنه، برای همین استراب میگیره از این که دستش بده. دین هی میاد میگه آقا اینی که از دست دادی درسته، از دست دادی، اما خب این همه نیست، خدا جبران میکنه، حق داری گریه بکنی، برات سخته، اما دنیا باخر. هی میخواد تو رو بگه آقا واقعیت این چیه، از این خارج نشو. اگه این واقعیت زیاد باشه، چون فشار زیاده، حالا باز یه بحث میگم، خب اینجا برم، این غم تبدیل به خشم میشه، این انرژی غم که توی این لاست توی از دست دادن هست به خشم بنزا، میگه چرا من، خدا چرا من. و اون آموزه های وحیانی برای تنظیم این غمه که واقعی باشی. وحی برای اتصال ما به واقعیته، برای بکن نکن نیست. کسی که سالمه، حالا بیاید تو رضایت، تو واقعیته. باز چسب به حرفای دیشبم، یعنی نه اینکه احساس نداره، تو اون احساس اوکیه. باز اوکیه نه به این معنی که میخنده. تازگی ایران هست، نمیدونم اونجا هم هست یا نه. آقا بحث شرعی نمی کنم که اشکال داره، بحث من روانشناسیه، بحث فقهی نیست. دف و نی و رقص و آواز سر قبر طرف آوردن، انقدر هم فشار رو مردم زیاده بعضی چیزا که اصلا دیگه از تعابل خودشون خارج میشن، حواسشون نیست و گناه اینا هم یه بخشش کرده اوناست که فشار میارن بهشون. آخه مرد مؤمن آدم سر قبر عزیزش دیگه خول شدی، میخواد بگه من مثلا دیگه اهل آوازم و میخوام به تو دهن کجی کنن، خودشو زیر میگیره، تو داغ عزیزش میاد گر میده، خول شده دیگه، اصلا تو فشار قاطی کرده. الان هست اینجا خیلی باب شده این کارا. بابا این چرا؟ چون فشار زیاد شده، از تعادل خارج شده. توجه میکنین؟ و تربیت دینی، اصلا تربیت اینو همین الان بگم، اینو هر کدومش، حالا یه شوخی ما در دوره طلبگی داشتیم، حالا نمیخوام حیای محرم از شوخی کنم، ولی اینکه حالا آدم هی هر چی میگه، میگه آقای خودش ده شب منبره
یا آقا این هی خلاصه هر چی میده یه حواله میده میگه، ولی خب واقعا اینجوری هست. من سوپوشم چون کارم اینه و تو این جلسات که کارهای کارگاهی میکنم، همه اینا هر کدومش مقوله هست که به ذهنم میاد که میخوام الان باز کنم، هر کدومش واقعا مفصل بحث داره. من فقط اشاره میکنم و بحث رضا رو من دارم دنبال میکنم. همین انحراف ایگو خودش کلی قصه است. هر کدوم که دست میذارم چرا این احساس میتونه تربیت، همین که میخوام بگم این خودش اصلا یه کارگاهی است ما داریم به نام کودک احساس. تربیت سالم یعنی بدون فشار پدر مادر را بدون فشار این نسبت به آگاهی خودش قرار بگیره. آگاهی از اون چی که هست جلوتره. من بشر چجوری، شما همتون در یک رشته تحصیل کردید، چجوری علم پیشرفت میکنه؟ هیچی. موارد رو جمع میکنه. در اقتصاد چجوری پیشرفت میکنه؟ بازارهای مالی رو بررسی میکنه، میگه تو اینجاها اینجوری بالا پایین میشه. در طب چجوری پیشرفت کرده؟ احصاء کرده، آمار جمع میکنه، میگه زیتون روی تب اینجاست، کبد رو اینطور میکنه، این چربیش کجا میره، مولکولاش اینجوری هست. به این شکل پیشرفت میکنه و میتونه آینده رو پیش بینی کنه. علم یعنی همین، با جمع آوری میتونه این کارو بکنه. یعنی نسبت به اون چی که هست جلوتره. آخ 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 آخ. دین چجوریه؟ آقا من دیوانه امام حسینم، تر رو بهت نشون میده، میگه اونجا بهشته. یادتون باشه همین که آگاهی اومد خطرم هست. اونجا بهشته یعنی تو قدم 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 برمیداری بدون فشار یا نه؟ در وقت شما رو نگیرم، نشستید و دوره هم و عزاداری میخواید بکنید. خلاصش فدا امشب بس باشه. این تو تربیت بودم اینو بگم، اگه شد فداشت بابشو باز بکنیم. این تربیتی که باعث ناسالمی میشه، خودزنی میشه، خودشفقت ورزی رو از بین میبره، حال خوب رو میبره، اجازه نمیده فرد ضمن اینکه بخواد پیش بره حالش هم خوب باشه، در رضایت باشه، قرار داشته باشه، آرامش داشته باشه، معایبش رو ببینه. خیلی حرفی جا هست و ضمناً پیش رفتن به خودش کمالگرایی میشه، همش خودزنی میکنه، همش فکر میکنه ناقصه، عذاب وجدانهای عجیب غریب. دین غلط بودنش استاد عذاب وجدانه. یعنی دیگه بهترین چیزی که میتونه دین آموزه غلط دینی در واقع به ما بده عذاب وجدان، که بهش میگیم شرم ناسالم. چون شرم مثل همه احساسا اصیلش خیلی هم خوبه. من به شما خطایی کردم باید شرمنده باشم و اینو جبران بکنم. بگذاریم. در حال بخش مهمی از ناسالمی به خاطر فشاری است که آگاهی ما به اون چه که هست دارد و این باعث نارضایتی میشه. تماس با واقعیت از یک سو، آموزه‌های وحیانی که گفتم اصلا وجودش وحی به خاطر کمک عقله. شما خطبه نهج البلاغه ببینید اولش میفرمود اصلا لیثیر لهم دفائن العقول با تر الیهم انبیاء، که از دنگ میفرمود اصلا فرستاد پیغمبر رو که عقلها رو اثاره کنه. اثاره یعنی ایوک به انگلیسی، همون ثورت، یعنی فوت کنه، این برخواسته بشه، روشنتر ببینه مطالب. تعبدی نیست که فکر کنید فقط باید یه بکن نکنی که نمیفهمم چیه. باید عقلتو به این وحی کمک میکنی، نباشه گم میکنی، گم میکنی. او کمک کار این که تو بفهمی. این رابطه ایست که بین به یه معنی عقل و دین وجود داره. نمیتونی بدون این با او باشی، بدون اینم اون به درد نمیخوره. خیلی جالب. تربیت گم نکنیم بحث رو. تربیت یعنی این رو میذاریم برای فردا شب دیگه، هست کردن است ها و تربیت سالم. ببین هست کردن است ها یعنی چی؟ مثلا نماز واجب است. آقای مقصودی شما نماز رو هستی؟ اوکی، یعنی داریش، اومد تو وجود تو الان هست. من تربیت شدم، دارم، است هست و این بارگذاری سالم ناسالم دارد، فشار داره. ممکنه بخونم و راضی نباشم، چون با فشار بوده، چون آگاهی درست بارگذاری نشد، تو واقعیتش نیست، نفهمید که این چیه، چقدر خوبه، خدا چرا خواسته، یا هر چی هی میزنه بیرون. این داستان هم در تربیت هست، هم در صحنه کربلا هست. این پایه روانی رضاست.
بحث خیلی مفصل و عمیق است. تحمل، این جمله رو میگیم فردا، تربیت تحمل رو جمع‌بندی میکنیم دیگه، تموم بشه این بحث. تحمل وقتی است که آگاهی منطبق بر واقعیت نیست، مجبوره که باشه اما او رو نیست. حالا بهتون بعضی تعابیر دینی میچسبه و صبرن جمیلا اللهم اسألک صبرن جمیلا و فرجن قریبا. این صبر جمیل آقا یعنی تو فشار، ولی هست فشار، ولی روانی ها، ولی وزن بار احساسی تو غمه. تحمل رنج، یه جمله‌ای داره یه درد هست، این همه نیست، رنج نیست، این همه هست. این باشه واسه فردا. بریم سراغ ابی عبدالله و رضایت عجیبش. شأن ابی عبدالله و شأن ائمه هدا برای این بالاست که یه وقت از تو یک سازه دو طبقه رو استوار قرار میدی، آگاهی تو بر اونچه که هست دو متره، یه وقت از بی نهایت یا میلیون ها متره. این خیلی رضای برش عجیب تره، یعنی روی اون سطح از آگاهی، میفهمید چی میگم، با اون حجم احساس بودن و از او راضی بودن، غرق اون غم بودن. خدا تو خواستی من این غم رو میگیرم و اینو هستم. اصلا رضا چرا میگیم یقینه؟ چرا در روایت داریم که هو الیقین؟ چون هست، یقین یعنی من هستمش. الله، خودم به وجد میام از این عمقی که این مطالب داره، وقتی نگاهش میکنی دیوونه میشی. برای شما، برای ما که امروز حساب میشه از جهت جوی، برای شما فردا دوم محرم روزی کاروان سید الشهدا رسید به کربلا. ببینید خیلی حرف هست، او در واقعیت و هست. میدونید سوال کرد که منطقه چیه و از او، خب آگاه به این مسیر. آقا اصلا میدونه داره کجا میاد، برنامه چیه اصلا. هر کسی آمد چیزی گفتن، آقا اون گفت قاضریه میگن اینجا رو، اینجا رو نواصب میگن، اسمهای مختلفی که منطقه داره، شاط الفرات بهش میگن. کسی ما تا یک پیرمرد رو گفتن آورد و گفت اینجا از اسمای خیلی قدیمیش کربلا هست. تا سید و شهدا این اسم رو شنیدن فرمود اعوذ بالله من الکرب و البلا، به خدا پناه میبرم از کرب و بلا. ببینید این نیست که ذوق به معنی این که آخ جون، رضا رو میخوام بگم، من پناه به خدا میبرم، راضیم اگه خواستی من اینجا باشم. اینو باید پیدا کنید جاشو، واقعیست. جانها بسوزه برای ابی عبدالله الحسین، کسانی که با او متصلید و درد او رو دارید. اصلا این سیاهی که شما میزنید، این غمی که میگید، یعنی من به تو متصلم، یعنی من بیتفاوت نیستم نسبت به اون چی که بر داره میزنه. این همه آدم هست آمده رفته تو این دنیا، این هم آدم مثلا هستم، منی که هستم با تو وصلم، من به تو وصلم. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله، بار بکشایید اینجا کربلا است آب و خاکش، با دل و جان آشنا کربلا، کربلا گهواره
اصغر تو مقتل عباس آباور تو خیمه هاشو نصب کرد میدانی خیمه زن و بچه رو در میانه به آرایش خاصی چینید شب دوم شب ورود به کربلا ببینید این کاروان چگونه رسید زینب کبرا چگونه از محمل پیاده شد اون چه که گذشتگانمون با نمک روزه میخوندن با نمک روزه خوندن یعنی من مثل خانواده خودم با احساس از تماس با واقعیت تو یا ابا عبدالله شرایط روزه تو صحنه ای که واقعا تو هستی قرار میدم خودم رو هم مضطرب بی بی زینب سلام الله علیها ولی هنوز عباسش هست قاسمش هست علی اکبرش هست برادرانش و برادر زادگانش کوتاه کنم آماده عزاداری هستید عصر عاشورا و به نقلی فرداش یازدهم هرچه اطراف این میدان رو نظر کرد عمه سادات هیچ کسی نیست همه رو تک به تک سوار کرده بود نوبت سواری زینب است نه محرمی نه توانی بخونم و بسم باشه من که در ایام بی تو نکردم سفر خیز و نظر کن اخا با که سفر می کنم با که سفر می کنم هر طرفم می کشم نام تو را میبرم هر قدرم میزنم بر تو نظر میکنم بر تو نظر میکنم صلی الله علیک یا زینب الکبری عزیزانی که فیض میدن در خدمت شماست یا علی مدد